سلام دوستان، در فیلم آموزش نرم افزار اکسل هستیم، دوره آموزشی نرم افزار اکسل. خب در این قسمت میخوایم با فرمت سلول ها آشنا بشیم. خب منظورمون از فرمت سلول ها در حقیقت دیتا یا ورودی هستش که هر کدوم از این سلول ها میتونن بگیرن. در جلسه قبل یک چنین فرم رو به دست آورده بودیم که حالا میخوایم واسه ورود اطلاعات در این فرم اقدام بکنیم. ما گفتیم که در جلسه قبل الان این فرم آماده هست به خاطر برای استفاده این که پرینت بگیریم اونو و بتونیم دستی دیتا ها رو وارد کنیم، یعنی به صورت نوشتاری. ولی اگر ما بخوایم دیتا ها رو تو خود نرم افزار اکسل وارد کنیم، درسته که اینجا هر چیزی رو میتونیم بنویسیم، اما خب ممکنه خطاهایی رو بده که یک شخصی دیتا رو اشتباه بزنه و خب این قابل استفاده واسه تجزیه و تحلیل برای ما نباشه. وقتی که یک شخص هر دیتایی که بتونه بزنه، به طور مثال توی ساعت شروع کار سازمان حرف A رو تایپ بکنه، خب این واسه من فایده نداره و تمام فرمول های منو که بعدا میخوام بنویسم به هم میریزه. من میخوام به این اکسل طوری بگم که اگر شخصی حرف A رو زد و ساعت به طور مثال ساعت 7 رو وارد نکردش، این ارور بده. و همینطور اینجا من الان 7 وارد کردم، این عدد 7 رو شناختش، من میخوام ساعت بشماره، یعنی اینکه 7 دو نقطه صفر رو حتما وارد کنه و به صورت فرمت ساعت بشناسه. اگر من اینجا 7 دو نقطه صفر رو بزنم، اکسل به صورت خودکار میفهمه که من ساعت وارد کردم. توی به صورت کلی قبل اینکه ما سلولی رو بخوایم تغییری توش اعمال بکنیم واسه ورود اطلاعات، اگر تو قسمت هوم توجه کنید، تو این قسمت نامبر، اینجا به صورت جنرال فرمتش رو میشناسه. اینجا جایی هستش که من میتونم فرمت سلولم رو تعریف کنم. الان اینجا من میتونم با دکمه این بگم، با زدن این دکمه فلش کوچیک بگم که جنرال هستش و خود اکسل تشخیص بده که چیه. نامبر هستش که اینو تبدیل میکنه به نامبر، و از اونجایی که من قبلا ساعت وارد کرده بودم و 7.0 رو زده بودم و ساعت شناخته بود، وقتی که نامبرش میکنم اینو به 29 صدم تبدیل میکنه. خب این 29 صدم از اینجا نشأت گرفته که گفته 7 تقسیم بر 24 شده، یعنی 7 تقسیم بر 24 که یک ساعت در روز هست، یک روز هستش، یعنی مقدار ساعت در روز به 29 صدم رسیده. و اگر من این 29 صدم رو ضرب در 24 بکنم، همون 7 رو به من نشون میده، عدد 7 رو، یعنی مقدار ساعت، یعنی 29 صدم یک روز هستش که اینجا دارم. خب حالا این نامبر بودش، من میتونم به کرنسی رو تبدیل کنم، بگم 29 صدم دلار. البته دیگه اینجا خیلی بی‌معنی هستش که دلار 29 صدم دلار چجوری شده، من اینجا دیگه باید دستی مثلا بگم این 70 دلار بودش به طور مثال، که حالا اگه بخوام به ریال اینا تبدیلش کنم موارد مختلفی داره. شورت دی هستش، لانگ دیت هستش، تایم هستش که من اینو تغییر بدم دوباره به تایم میارتش و اینجا دیگه تاریخ هم نشون میده. بعد خب موارد مختلفی هست که اینجا میتونیم ببینیم. حالا بیایید با هم دیگه سعی کنیم یه چنین فرمتی رو بسازیم که اینجا ساعتش رو پایان سازمانمون رو بگیره، اینجا فقط یک عدد 6 رقمی رو بتونه بگیره، اینجا بتونه بگه که فقط این 3 تا گزینه داشته باشن. ناکنه اگه من اینجا 4 رو وارد کنم به من ارور بگیره بده و بگه لطفاً به فرم زیر ساعت وارد شه، HH ساعت دقیقه و ثانیه، و کنسل رو بزنم دوباره برگرد با حد قبلش. و خب اینا که حالا دیگه به صورت فرمول به دست اومده که بعدا تو فرمول نوشتن اینا رو خواهیم گفت بهتون. و حالا لاک کردن فرمت سلول اینه که بتونیم یه سلول رو قفل بذاریم باسش که اگر کسی متوجه نشد و اومد اینجا نمیدونست که فرمول وارد شد و اسم رو دستی وارد کردش، نتونه تغییری اعمال بشه توش و قفل باسش بذاریم، که اونا حالا تو جلسات بعد میگه. پس الان در حقیقت من میخوام فرمت سل هامو اینجا تعریف کنم که این یک مجموعه، ناکنین
مجموع زمان حضور در سازمان ممکنه بیشتر از 24 ساعت بشه و من باید طوری به اکسل بفهمونم که این بیشتر از 24 ساعت رو من نشون داد که اگه طرف بیشتر از 24 ساعت موند هم به من نشون بده، که حالا جلوتر با هم میبینیم. خب بریم به فرم خاممون. اینجا پس من خواستم بهش بگم که آقا این به صورت ساعت هستش، برای اینکه من توان بیشتری واسه اعمال انواع فرمت ها داشته باشم این دکمه کوچیک فلش کوچیک رو اینجا میزنم. اینجا فرمت سل یه باکسی واسه من باز میشه که طبقات مختلفه که اونجا داشت نشون میداد و به صورت کامل تر اینجا داره به من نشون میده و من میتونم اینا رو تعریف بکنم. خب یه چیز بیشتری که امکان بیشتری که وجود داره توی کاستوم هستش. ناگهان تمام این کاتگوری که اینجا نوشت به دست اومده از طریق یک سری کد که تو اینجا تعریف شده اند اینا نشأت گرفته. به طور مثال نامبر که با دو رقم اعشار اونو نشون بده، اگه من اینو نامبر بذارم با دو رقم اعشار 7 رو وارد کنم 7 نقطه 2 دو صفر رو به من نشون میده، چون گفتم بهش دو رقم اعشار به قبل رو واسه من تعریف کنم. من میتونم بیام اینجا اینو صفر بکنم یا از اینجا مثلا رقم اعشارش رو زیاد یا کم بکنم. خب گفتم که تمام اینا از طریق یک سری کد نوشته شده و اینجا وقتی که من صفر دو نقطه صفر نقطه دو صفر رو وارد بکنم توی تایپش، این همون رقم یک رقم نقطه دو صفر یعنی دو رقم اعشار رو به من نشون میده و من میتونم از اینجا با تعریف کد بهش بگم که این نقطه دو رقم اعشار هستش. خب من میخوام اینجا بهش بگم که از چه رویه استفاده کن، بیا اینجا ساعت و دقیقه رو وارد کن. خب واسه دقیق تر بودن میتونم بگم که ساعت دقیقه و ثانیه رو وارد کن و اوکی کنم. خب اگر نخواستم اینجا توی کاستوم انتخاب کنم، توی تایم اینجا انواع اقسام نوعهای تایم رو به من داره نشون میده که اینجا من بتونم ناکنین اینجا 30 ساعت و 55 دقیقه نقطه 200 ثانیه رو داره به من نشون میده. بهترینش اینه که من اینجا مثلا به این صورت 0 2 0 2 0 رو نشون بده که ساعت هستش و خب دقیقه و ثانیه هستش رو نشون بده. میتونم این رو انتخاب بکنم یا توی کاستوم همونطور که گفتم HMMSS رو انتخاب بکنه این رو داشته باشم. خب اونجا یه ادساین اضافه کرد. شما اگر بخواییم فرمت سل ها اینا رو بیشتر بشناسین میتونین به وبسایت مراجعه کنین و یه چنین لغتی رو حدودا سرچ بکنین که Custom Cells Format in Excel. وقتی که این رو سرچ بکنین وبسایت هایی که این رو تعریف کردن اومده که یکیش خود آفیس هست که اومده به صورت کامل فرمت ها رو واسهتون مشخص کرده و تعریف کرده و تو این قسمت پایینش که اگه برین انواع اقسام مثلا اگر ام باشه فقط من اینجا ام رو تعریف کنم، تو اینجا بیام بگم که نه تایپش ام باشه و یه دونه تایپ سفارشی واسه من حالا درست میکنه که فقط ماه رو نشون میده. پس من میتونم اینجا هر چیزی بنویسم، خودم بگم MM مثلا DD که روز و ماه و روز ممکنه باشه. خب من حالا نمیخوام فعلا ساعت میخوام. اینجا میتونین انواع اقسام فرمت هایی که تعریف شده رو ببینین و خب از اونه که میخواین استفاده کنین. حالا ما جلوتر یه کاستوم فرمتی رو تعریف خواهیم کردش که مجبور میشیم اینجا یه سری فرمول بنویسیم که توی جلوتر توی جلسات بعدی خواهیم دید. فعلا با همینایی که موجود هستن کار ما راه میره و جلو میره. خب من اینو خواستم که HMM باشه و به صورت ساعت باشه توی فرم خودم. خب من هم اینو خواستم اینطوری باشه، هم حالا ساعت پایان کار سازمان هم میخوام اینطوری باشه دیگه. من میتونم بیام اینجا این رو هم از همین طریق دوباره بگم که کاستوم و خب HMM و SS باشه. یه کار دیگه ای که میتونم انجام بدم این هستش که من اینو فرمت پینتر کنم و مثلا ساعت ورودم هم اینطوری کنم.
خب اینجا این تغییر رو واسه من اعمال باید بکنه اصولاً. نامبر بوده مگه؟ آه ببخشید این نامبر بوده و من تغییر نداده بودم. میام توی کاستوم و HMM اس رو انتخاب میکنم. خب و حالا اینجا بینستم مثلا 7 2 نقطه و هر چیزی و اینجا دیگه متوجه میشه ساعت 7 صبح و اگه مثلا من 13 2 نقطه رو بذارم ساعت 1 بعد از ظهر رو به من نشون میده. خب میتونستم بیام از فرمت پینتر اینو پینترش رو تغییر بدم، بیام اینجا فرمترش رو تغییر بدم و این هم دوباره به صورت HMMS در میادش، ولی متاسفانه رنگ اونو که من از قبل تعریف کرده بودم هم تغییر داده. خب این شاید زیاد جالب نباشه برای من این کار، و خاطر همین حالا من اگه اینو کنترل زد کنم که به حالت قبلش برگرده، خب اینم فقط از نامبر نفر این اشتباه رو نکنم، بیام توی کاستوم و فرمت دلخواهم رو انتخاب کنم. خب برای اینکه فقط عدد و فرمت اون بتونه اینجا بیاد و رنگ اون و حالا بقیه موارد، مثلا اینجا اگه بوردرش حالا مشکی بود بوردر قرمز این رو هم می آوردش، فقط این عدد و فرمتش بیاد، این رو کپی میکنم و خب تو قسمتی که اینجا میخوام پیست کنم، کنترل وی دیگه نمیکنم، میام تو قسمت پیست، اینجا پیست اسپشیال رو میزنم و خب اینجا من توانایی کنترل پیست کردنمون دارم. اینجا میاد میگه که همش رو کپی پیست کن، فقط فرمول رو بیار، فقط عدد رو بیار، فقط فرمت رو بیار. اگه من این فرمت رو بزنم رنگ اون رو هم میاره. کامنت ها رو بیار، ولیدیشنش رو فقط بیار که بعدا ولیدیشن ها رو با هم میبینیم. تو این قسمت حالا فرمولز and number formats، values and number formats. خب من اینجا که فرمول ندارم، فقط مقدار و number format رو شو دارم که میتونم از این استفاده کنم. اگر اینو اوکی کنم فرمتش و نامبرش میاد. پس اینجا نگاه کنید دقیقا به من داره نشون میده که فرمتش همون HMMS هستش. خب اینو اوکی میکنم، اینا هم وسط چیم میکنم و میخوام اینجا هم به همین صورت باشه، و خاطر همین دوباره کپی میکنم و میام اینجا پیست اسپشیال میکنم و اوکی میکنم. خب نگاه کنیم فرمت چیزش دیگه، الان اینجا من بی‌نازنین بولد بودش، اینجا ولی بولد نبودش دیگه، اینجا همون بولد رو نگه داشتش و خب اینجا حالا منم چون عدد هستش بولد میکنم، خب چون بهتر دیده بشه. و ساعت پایان کار رو هم به همین شیوه من دوباره کپی پیست میکنم، ببخشید اینجا پیست باید بکنم، پیست اسپشیال. خب اوکی، حالا چیزی که گفتیم، من میخوام اینجا طرف نتونه A رو بزنه. الان نها کنه من A وارد میکنم و خب وارد میشه به صورت همون A، در صورتی که من نمیخوام شخصی که فرم دستش هست بتونه حرف A رو وارد کنه. برای این کار من میام تو قسمت تب دیتا، از دیتا ولیدیشن استفاده میکنم. دیتا ولیدیشن یه ابزار بسیار کاربردی توی اکسل هستش که حالا ما اینجا توانایی کنترل اون رو با هم میبینیم. ناکنین اگه توانایی کنترل دیتا ولیدیشن، خب معنیش میشه اعتبار سنجی داده ها. من اینجا خیلی ابزارهای مفیدی واسه کنترل دیتا دارم، مثلا ریموو داپلیکیتد تکست تو کالمز. شاید نرسیم اینا رو با هم دیگه مرور کنیم، ولی اگه من تونستم بین جلسات این دوتا رو که خیلی کاربردی هست هم حتما میگم بهتون. خب حالا دیتا ولیدیشن اعتبار سنجی داده هستش. من میخوام این داده خودم رو وقتی که کاربر وارد میکنه اعتبارش رو بسنجم، اگر درست بود قبول کنم. خب اینجا وقتی که من دیتا ولیدیشن رو میزنم تو قسمت سیتینگش میگه اجازه بده هر مقداری رو. خب من نمیخوام بگم که اجازه بده هر مقداری رو، من میخوام بگم اجازه بده فقط تایم رو، به خاطر همین تایم رو وارد میکنم. وقتی که تایم رو وارد میکنم میگه بیتوین، یعنی بین، یا حالا بذاریم بقیهش رو من جلوتر بگم، و میاد میگه دیتا بین یه زمان شروع و پایانی باشه. خب
حتما باید این زمان شروع و پایان رو بهش بگم. زمان شروع میتونه از ساعت 12 صبح باشه، 12 AM و تا ساعت 11:59 PM فردا، که بگم کل یک روز رو میتونه شامل بشه واسه ساعت شروع کار سازمان. بخاطر همین من 12 AM میذارم. خب حالا AMش هم نذاریم خودش متوجه میشه که من اینجا AM منظورم بوده. و end timeش البته 12 رو اگه چیز نذارم متوجه نمیشه، باید 00 بذارم که بگم 12 صبح بوده. end timeش هم ساعت 23:59 باشه، نمیتونه دقیقا خود 12 روش باشه چون باید یه استارت و پایانی باشه دیگه. اگه 12 اینجا بذارم تا 12 ظهر رو فقط به من میگه. حالا این چون هر سازمانی ممکنه ساعت شروع کارش متفاوت باشه، اصلا شاید شیفت شب داشته باشه و شیفت به خصوصی داشته باشه، به خاطر همین من اینجا یه حالت سیکل 24 ساعته رو میتونم در نظر بگیرم واسش. خب اینجا من ساعت شروع پایان رو اوکی میکنم. بعد خب الان من انتظار دارم اگر شخصی اومد A رو وارد کرد از من ارور بگیره و این ارور رو داره میگه، میگه the value you entered is not valid، معتبر نیستش. A user has restricted، محدود کرده مقادیری که میتونی وارد این سلول بکنی. خب اگر retry بزنم میتونم دوباره این عدد رو وارد کنم، مثلا 5 رو میزنم، میگه این عدد وارد شده و ساعت نیستش. و اگر cancel رو بزنم به همون هفته قبلی برمیگرده. خب حالا چون ما فارسی زبان هستیم و این اروری که دادش رو میخواییم کنترل کنیم و بگیم که آقا به فارسی بگوش، طرف متوجه نمیشه، میام تو قسمت ارور الرت، میام تو اینجا میتونم اون الرت خودم و اون الرت در حقیقت میشه همون پاپاپی که میاد بالا و به ما میگه که آقا این ارورش، این دیتایی که وارد کردی درست نیستش رو کنترل کنم. تایتلش بشه چی؟ خطا. به فارسی بنویسم خطا، خطایی وارد شده. و ارور مسیجش هم بگم که ساعت به صورت زیر وارد شود، که خلاصه باشه وارد شود. و دو نقطه بذارم، بیام اینجا بگم HHMMSS، که اینجا این فرمتی هستش که خب جهانی همه متوجه میشن. استایلش، سبکش استاپ باشه، طرف نتونه دیگه دیتا وارد کنه، ایست بده واسش. وارنینگ باشه، فقط بهش بگه که آقا تو خطا زدی، اینطوری واردش کن، ولی بتونه دیتا رو اینجا قرار بده. و خب این واسه من خوب نیستش، طرف وارنینگ مثلا بگه که اخطار بده که آقا این خطا وارد شده، الان در حال حاضر واسه من کاربردی نیستش چون نمیخوام اصلا این دیتا وارد بشه. و اینفورمیشن، فقط یه اطلاعی بهش بده که آقا دیتا اینطوری باشه بهتره، و حالا اگر خواستی همونطوری که هستش مثلا بذار باشه یا نباشه، که استاپ مثلا بهترین حالتشه. اگه وارنینگ بذارم علامت انفورمیشن بذارم علامت اطلاعات میاد، وارنینگ بذارم علامت تعجب میادش، استاپ بذارم که کلن ایست میکنم. خب اینو اوکی که بکنم، اگر بیام اینجا 4 رو وارد کنم میاد میگه خطا به صورت زیر وارد شود. حالا ریتراي میخوای بکنی، کنسل کنی یا هلپو بزنی، که من کنسل میکنم. خب حالا قبل اینکه این یوزر یا کاربر بخواد دیتا رو وارد کنه، من میخوام بهش نشون بده وقتی که اومد توی این سل و خواست ورود اطلاعات رو انجام بده، میخوام بهش نشون بده که از قبل یه دیتای اشتباهی رو وارد نکنه. دوباره میام تو دیتا ولیدیشن، یه اینپوت مسیج واسش قرار میدم. خب توی اینپوت مسیج اینجا تیکش هم اومده که میگه زمانی مسیج رو بهش ارائه بده، نشون بده که سل سلکت شده باشه، و اگه تیک اینو نذارم خب دیگه چیزی نمیتونم وارد کنم. خب میام تایتلش رو مینویسم، میگم که فرمت صحیح یا شکل صحیح تایتلشه، و اینجا یه میذارم. خب میام شکل صحیح رو میگم HHMMSS و اوکی میکنم. و حالا نها کنین، وقتی که من میام اینجا این سلولم رو سلکت میکنم، میگه شکل صحیح اینطوری هستش و اون شخص باید حتما اینطوری اون رو وارد بکنه. خب حالا این یک روش دیتا فرمت بود. باز دوباره من میتونم اینو کنترل سی کنم و بیام اینجا پیست کنم. این دفعه توی هوم
پیست اسپیشیال رو که اگه بزنم فقط میخوام ولیدیشنش بیاد و اینجا توی پیست ولیدیشن رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم و دقیقا همون رو واسه من میاره، واردش میکنم. و اگر من حالا اینجا A رو وارد کنم یا 4 رو وارد کنم از من همون خطا رو میگیره. خب حالا شماره پرسنلی هم شما میتونین بیاین بگین که چه فرمتی داشته باشه، فرمت 6 رقمی داشته باشه. این رو من میام اینجا بهتون میگم که ولیدیشن تو سیتینگ انی والیو رو میکنم هول نمبر، کلن عدد باشه و خب بین مثلا 6 رقم میخوام باشه، 1 2 3، 1 2 3 7 رقم میشه دیگه، درسته؟ آره. خب از 100,000 شروع بکن تا 1 2 3 1 2 3 تا 999,999 خب که حتما 6 رقمی مطمئن باشم باشه. و خب آلرتش هم تغییر میدم که میگم خطا شماره 6 رقمی باید باشد و اوکی میکنم. خب و الان اگه من 4-4 رو وارد کنم از من خطا میگیره و ریتری میکنم، مثلا 4-4 4-4 6 رقمی وارد میکنم و خب حالا درست میشه. و یه حالت دیگه ای که دیتا ولیدیشن خیلی کاربرد داره تو اون حالت لیستش هستش. خب من اینجا میخوام بگم که ماموریت یا مرخصی ساعتی هستش، یه کدوم از این دوتا رو انتخاب کنم یا هیچ کدوم از این دوتا نباشه. پس من 3 گزینه باید واسه این داشته باشم، یا هیچ کدوم باشد یا ماموریت ساعتی یا مرخصی ساعتی. خب من جای دیگه ای وقتی که دیتا وارد میشه میخوام اینو تجزیه تحلیل کنم و وقتی که میخوام فیلتر کنم فقط رو مرخصی ساعتی، اگر اون شخص بنویسه مرخصی واسه من خوب نیست، چون تو فرمول من گفتم آقا فقط برابر مرخصی ساعتی ها رو جدا کن، یا بیام بگه که فقط مرخص نوشته باشه، خود دیگه من اصلا نمیتونم تشخیص بدم که آقا این مرخصی ساعتی بوده. پس من میخوام حتما یک کدوم از این 3 گزینه باشه و اگه از اون دیتا ولیدیشنی که اینجا استفاده کردم استفاده بکنم، طرف هر چی بگرده شاید نتونه پیدا کنه، من یعنی که یه ارور خیلی بلند بدم و دفعه اول حتما به شخص ارور بده. واسه این کار از یه لیست استفاده میکنم، میام توی دیتا ولیدیشن توی قسمت سیتینگ، میام اینجا میگم یه لیست باشه، که حالا اینجا وقتی که لیست رو انتخاب میکنم اینجا میتونم سورسش رو هم بگم که تو کدوم سورس، یعنی منبعش از کجا باشه. خب من اینجا باید بیام یه گزینه رو انتخاب کنم دیگه، اینجا آرگومنت من هستش، یعنی ورودی اون دیتای من واسه اینکه اکسل متوجه بشه چی هست، چجوری کجا هستش. خب آرگومنت یعنی ورودی ها ناکن، اگر اوکی کنم میگه you must enter a source، باید منبع رو وارد کنی. و خب من میتونم اینجا مثلا بگم هیچ کدام، بعد اوکی که بکنم اینجا هیچ کدام رو واسه من میاره. بعد مثلا اینجا میتونم مثلا جدا کنم با چیز یا مرخصی ساعتی یا مثلا ماموریت ساعتی. ببینید چجوری واسه من میاره، به صورت یک گزینه همه رو میاره، در صورتی که من میخوام یه لیست باشه دیگه. خب واسه اینکه این رو به اکسل متوجه کنم، اول میام یه دونه شیت جدا درست میکنم، اینو اسمشو میکنم که فرمم. خب به انگلیسی می‌نویسم که بعدا راحت تر باشه واسه اینکه تو فرمول نویسینا راحت تر. اینجا یه دونه شیت به نام دیتا ولیدیشن میذارم که داشته باشم، جداگونه داشته باشم. میتونم تو همین فرمم درست کنم، ولی خب تمیز نیستش، توی پرینت گرفتن اینا اذیت میکنه. بهتره کلن یه شیت جداگونه واسه دیتا ولیدیشن هاتون داشته باشین و هر لیست دیتا ولیدیشنی که میخواین درست کنین رو توی این شیت بذارین. خب من میخوام واسه یه ماموریت یا مرخصی ساعتی یک سری پارامتر داشته باشم، مثل هیچ کدام که به عنوان آرگومنتامون به اون دیتا ولیدیشن هم بدم، مرخصی ساعتی و ماموریت ساعتی. حتما نباید فرمت خاصی رو واسه شون اعمال کنیم، ولی خب واسه اینکه بعدا میخواییم کار کنیم باش تمیزتر باشه، بهتره که یه فرمتی رو بهش بدین و بیاین اینجا بهش بگین که مثلا نوع
ورود، نوع ورود چجوری بوده؟ معمولی بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده، مرخص ساعتی بوده یا مأموریت بوده اون شخص تو اون روز؟ خب من میام اینجا، اینم رنگش رو عوض میکنم که معلوم بشه این عنوان من هستش، و حالا میام توی فرم، توی دیتا ولیدیشن، و میام اینجا میگم که آقا منبعی که من واسه این در نظر دارم کجا هستش؟ توی شیت دیتا ولیدیشن، اینجا خودش مستقیم میذاره از سلول A2 تا سلول A4، که اینجا میاد دقیقا می نویسه دیتا ولیدیشن علامت تعجب، که این نشون میده الان شیت من کدوم هستش، که این شیته، و میاد اینجا میگه دالر آ دالر دو دو نقطه دالر آ دالر آ چار. خب دالر چی هستش؟ من تو جلسه بعدی، چون این جلسه طولانی خواهد شد، بهتون میگم. فقط الان بدونین که اینجا اومدش از A2 تا A4 سلول رو انتخاب کرد، و اگر من اینو اوکی کنم میاد اینجا به من این لیست رو نشون میده که من میتونم هیچ کدام مرخصی ساعتی و مأموریت ساعتی رو انتخاب کنم، و اگه یه عدد دیگه بزنم از من ارور هم میگیره و شما میتونین برین این ارور رو فارسی کنین. خب واسه بقیه موارد، نام، نوع همکاری، واحد، سمت، رتبه و نام خانوادگی، ببینین من توی شیت اصلی هم اینا رو همه رو با فرمول ها خوندم، یعنی یوزر من دیگه نیومده چیزی وارد کنه، فقط این گزینه ها رو وارد کرده. شما واسه تمرین میتونین برین اینجا واسهش دیتا ولیدیشن بذارین، مثلا نامو بگین فقط تکست باشه، سمتش فقط در مثلا کارشناس، کارشناس ارشد، و حالا بقیه موارد مدیر باشه یا سرپرست باشه. اینا رو میتونین واسه تمرین کردن برین خودتون دیتا ولیدیشن بذارین، مثلا اینو بگین که ولیدیشنش فقط ساعت باشه. یه چیزی که جالبه بدونین توی فرمت ها، بذارین من اینو اینجا بهتون بگم، من الان توی این قسمت، حالا جلوتر وقتی که فرمولش هم با هم نوشتیم باید تعریف بشه، حالا من از قبل شاید ندونم همون اول که چه نیازهایی دارم تو حین فرمول نوشتن، تو حین تهیه اون چیز، پروژه‌ای که دارم انجام میدم خیلی مسائل متوجه میشم. خب تو اینجا من میخوام بگم که مجموع زمان میتونه بیشتر از 24 ساعت باشه، و منظور من یه بازه زمانی بین ساعت 12 صبح تا ساعت 12 شب تا 12 صبح فرداش نیست که 24 ساعت فقط باشه. میام توی هوم، توی فرمت هایی که دارم کاستوم رو میزنم و میام پایین، میام پایین و اینجا یه براکت مانندی روی ساعت میبینم، براکتی که اینجا تعریف شده به اکسل میفهمونه که چجوری باش ساعت تو میتونه بیشتر از 24 ساعت باشه. حالا دقیقه و ثانیه دیگه بیشتر از 60 نمیتونه باشه، چون یه اگه بیشتر از 60 باشه به دقیقه اضافه میشه، و اگه بیشتر از 60 باشه به ساعت اضافه میشه، ولی ساعت همینطوری میتونه بره بالا، و این فرمت رو واسش انتخاب میکنم. حالا اگر این تو 2010 من یادم وجود نداشت و ما خودمون باید تایپ میکنیم، ولی حالا تو 2013 وجود داره. اگر مثلا توی اکسل شما وجود نداشت، اینو میتونین بیاین اینجا به همین صورت براکت H دو نقطه MM دو نقطه SS خودتون تایپ کنین و اوکی کنین. خب اینجا دیگه من میتونم 50 ساعت و 25 دقیقه و 2 ثانیه رو تعریف کنم واسش. نگاه کنیم 50 ساعت رو شناختش اینجا که 50 ساعته. حالا اینجا دیتش رو یه مقدار تغییر میده که این واسه خود اکسل هست که متوجه بشه چجوریه. پس اینجا 50 ساعت رو الان تونستم بهش بشناسم. خب بقیه موارد رو شما خودتون انجام بدین، که این فیلمم نمیخوام بیشتر طولانی بشه، وگرنه الان شما باید بیاین واسه تمرین نها کنین. من اینجا اگه فرم اصلیمو بیارم، توی تاریخ روزها رو تعریف کردم. خب این روزها هم دیتا ولیدیشن دارن، 5 رو بزنم، ببخشید 60 رو بزنم قبول نمیکنه از من، به فرمت سی نوشته شود. خب اینجا من اومدم دیتا ولیدیشن قرار دادم، گفتم فقط این اعداد باشه. ببینین اینجا دراپ باکس هم میتونستم باشه دیتا ولیدیشن، ولیدیشن از یه لیست انتخاب کردم که حالا توی روزهای من قرار داده شده. من تو جلسه بعد اینو واسه تون تعریف میکنم که نیم
چجوری بذاریم که من بگم فقط از روی روز. من اینو یه نیم تعریف کردم، نیم ها رو دفعه قبل. بعد اومدم گفتم اینسل دراپ باکسش، دراپ دانش خاموش باشه، اگه اینو روشن بذارم طرف میتونه بیاد اینجا انتخاب بکنه. شما اول بیاین این لیستش رو تعریف بکنین، خب واسه اینا یه لیست تعریف بکنین و این دیتا ولیدیشن ها رو واسه روز، ماه و سال هم قرار بدین و حالا جلسه بعد نکات بیشتری رو در مورد سلول ها حتما بهتون میگم. متشکرم از توجهی که داشتین، امیدوارم مفید واسه تون واقع شده باشه.